به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت پنجم آموزش گویندگی و البته قسمت آخر خیلی خیلی خوش اومدید. ترجیح دادم که قسمت آخر داخل یک فضای کاملا متفاوت تر، یک لوکیشن متفاوت تر که به هر حال این تفاوت بتونه برای شما جذاب تر باشه. خیلی از شما دوستان پرسیدین که ترتیب انجام دادن تمرینات فن بیان و صدا سازی و حالا تنفس به چه شکل آقا ما گیت شدیم، نمیدونیم کدومو باید چه ساعتی انجام بدیم، چه روزی انجام بدیم. در مقوله صدا و تمرینات گویندگی سه نکته بسیار مهم وجود داره، یا سه اصل تمرین: کنترل تنفس، تمرین های صدا سازی و تقویت زبان و گفتار. این سه اصل مهم در تمرین بسیار بسیار مهمتره. حالا کدومش رو شما باید چه روزهای انجام بدید؟ اصل مهمی که وجود داره ریه ها هستن که مرتبط میشه با تمرینات تنفسی، تنفس دیافراگمی و هر تمرینی که مرتبط میشه با کنترل تنفس. این تمرینات رو حتما هر روز انجام بدید. یک ساعت بعد از اینکه از خواب بیدار شدین این تمرینات رو انجام بدید. 5 دقیقه هم هستش. تمرین اندام‌های گفتاری که در قسمت‌های قبل راجعش باهاتون صحبت کردم رو قرار بدید برای روزهای زوج، و تمرین تربیت صدا رو هم برای روزهای فرد انجام بدید. مدت زمانی که برای این تمرین ها میتونید در نظر بگیرید حد اکثر میتونه 10 دقیقه باشه و خیلی هم میتونه بهتون کمک بکنه. یه نکته رو هم آماده کردم برای این قسمت، خواستم خدمتتون عرض بکنم. اینکه خیلی از بچه هایی که گویندگی کار میکنن و برای من وکال فرستادن، متاسفانه تکیه کلام رو رعایت نکردن. بچه ها تکیه کلام بسیار بسیار امر مهمیه در حوزه گویندگی، سخنوری و حتی اجرا. مصوت هجای یکی از کلمات از شدت بسیاری برخورداره. در زبان انگلیسی عدم رعایت تکیه کلام ها باعث میشه که معنا و مفهوم کلمه و یا جمله به طور کامل تغییر بکنه. به همین خاطری که تکیه کلام ها بسیار بسیار مورد اهمیت قرار دارن. در زبان فارسی هم همینطوره. اگر تکیه کلام ها به درستی رعایت نشه باعث میشه که معنا و مفهوم کلمه به طور کامل تغییر پیدا بکنه. نکته بعدی که بسیار مهمه، خیلی از دوستان پایان کلمات رو به درستی بیان نمی کنن و این یک نقص بسیار بزرگی در گویندگی، اجرا و سخنوری. من چند تا تمرین میخوام بهتون یاد بدم برای اینکه بتونید پایان کلمات رو به درستی ادا بکنید. یک متن رو انتخاب بکنید و بخشهایی از متن رو به صورت آواز بخونید. تمرین دوم، بخشهایی از همون متن رو انتخاب بکنید و با صدای بلند و البته نیمه بم اون رو بخونید برای خودتون، و بعد از اون صداتون رو ضبط بکنید و خودتون گوش بدید. به مرور تقریبا 1 ماه 2 ماه بتونید هر روز 10 دقیقه زمان بذارید برای این تمرین، میتونید خیلی راحت پایان کلمات رو بیان بکنید و این نقصی که اگر الان دارید به راحتی میتونه براتون برطرف بشه. یه نکته‌ای که خیلی مهمه بداهه‌گویی هست، مخصوصا برای مجریا و برای اونایی که در زمینه سخنرانی مشغول به کارن. اگر نتونید بداهه‌گوی قوی باشید نمیتونید خوب صحبت بکنید. در تمرین بداهه‌گویی شما یک کلمه رو انتخاب بکنید، هر موضوعی میتونه باشه، سعی بکنید 1 دقیقه جمله براش بسازید. توی هر زمینه‌ای میتونید جمله بسازید: فوتبال، سینما، اتومبیل، میز. سعی بکنید جمله بسازید، صداتون رو ضبط بکنید، گوش بکنید، نقصاتون رو ببینید، دوباره در مورد موضوعات مختلف بیاین جمله بسازید. کم کم در ناخودآگاه ذهنتون جمله سازی رو عادت بدید. 2 تا کتاب میخوام بهتون معرفی بکنم. کتاب فن بیان از برایان تریسی، یک کتاب بسیار خوب و منحصر به فرد که میتونه خیلی بهتون کمک بکنه در زمینه سخنوری و اجرا. دومین کتاب، کتاب فن بیان هست از اوشلین مچلین از نشر قطره، مختص علاقمندان به بازیگری در تئاتر و سینما هست و حتما میتونید از تمریناتشون به خوبی استفاده بکنید. خیلی ممنونم که این 5 قسمت رو دیدید. تمریناتی که در این 5 قسمت گفتم برای افراد مبتدیه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که همیشه و همیشه موفق و سربلند بشید. خدا نگهدار.